سلام دوستان به کانال داچمیت سمی خیلی خوش اومدین تو این ویدیو قراره با هم دیگه یک سری افعال یاد بگیریم همینطور یاد بگیریم که این افعال با چه حروف اضافه میان و آیا داتیف ساز یا اکوزاتیف ساز هستن پس با من همراه باشید قبل از این ویدیو یک ویدیو دیگه هم درست کردم که دقیقا یک سری افعال رو براتون گفتم با حروف اضافه شون به همراه اینکه آیا داتیف ساز یا آکوزاتیف ساز هستن لینک ویدیو رو براتون میذارم اینجا که بتونید تماشا کنیدش شروع میکنیم با فعل اول فعل اولمون هستش انملدن زیخ انملدن یعنی ثبت نام کردن و اگر بخوایم بگیم پیش کسی ثبت نام کردن اون موقع از حرف اضافه بای استفاده میکنیم زیخ بای یمندم بنابراین داتیف زیخ bei jemandem anmelden. مثلا میخوایم بگیم پسر من برای اردو حالا اینجا اردو بهش میگن انفاد که معمولا چند روزه هست یه هفته ای هست پیش معلمش ثبت نام کرد میگیم mein Sohn hat sich bei seiner Lehrerin angemeldet یعنی پسر من خودشو پیش معلمش که خانومه اون معلم لیراین خانوم هست ثبت نام که حالا میخوایم بگیم برای کلاس برای اردو برای کلاسن فاحت ماین زون هت زیگ بای زینر لرارین فور دی کلاسنفات آنگملدت مین زون هت زیگ بای زینر لرارین فور دی کلاسنفات آنگملدت یعنی پسر من پیش معلمش برای اردو یا همون کلاس انفات یک گفتم بچه ها رو چند روز یا یه هفته می برن ای می میبرن یک شهری یک کشور دیگه ای به میان کلاس انفات انگ هم که یعنی ثبت نام کردن حالا این انملدون اینجا با بای داشتیم نزد کسی پیش کسی توی همین جمله که الان داشتیم گفتیم منزون هت زیخ فور دی Klassenfahrt angemeldet. پسرم برای همون اردو یا کلاسنفات که توضیح دادم چی هست ثبت نام کرد پس فیا برای چه چیزیه بای پیش چه کسیه حالا با این هم میتونه بیاد زیخ انمل مثلا خوام بگم من پسرم رو در مدرسه ثبت نام کردم میگم ایخ هاب ماینن زون ایندیا شول انگملدت پس میتونه این انملدن با این با حرف اضافه این هم بیاد که بعدش داتیو میاد ایh هب مینن زون این دیا شول انگملدت یا اینکه بخوام بگم خود من خود من خودم رو تو باشگاه سبت نام کردم بازم از این استفاده میکنیم Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet. من خودم رو توی فیتنس استودیو که میشه همون باشگاه ثبت نام کردم. پس با این هم میتونه بیاد برای مکان. و بعدش داتیف. حالا که ان ملدن رو داشتیم با هم دیگه اب ملدن رو ببینیم. ان ملدن بود ثبت نام کردن. اب ملدن دقیقا برعکسشه. در واقع اگر جای عضو هستیم از اون عضویت بیایم بیرون اب ملدن میتونه با بای بیاد که مثل ان ملدن بای وقتی استفاده میشه که بخوایم کسی رو بگیم بعدش که بعدش هم داتیوه یا اینکه میتونه با فان بیاد از چیزی فرض کنید مثلا یک سمیناری رو توی دانشگاه دارین م... میرین م... ازش استفاده میکنین توی سمیناری میرین و الان از اون سمیناره میخواین بیاین بیرون و این سمینار رو ازش بخواین بیاین بیرون از این عضویتش بخواین بیاین بیرون باید از پروفسورتون برین و پیش اون به اون بگین که دیگه نمیخوام در واقع عضویتتون رو پیش اون کنسل کنید در این موقعیت آدم میتونه بگه ich habe mich bei meinem professor abgemeldet Ich habe mich bei meinem پروفسور abgemeldet. یعنی من مثلا طرف میگه چرا دیگه تو اون کورزه نمیاد چرا دیگه تو اون سمیناره نمیای و شما میتونید بگید من اپملدن کردم خودم و من عضویتم رو کنسل کردم و با اون پروفسورم سو یعنی در واقع پیش پروفسور عضویتم رو کنسل کردم اپملدن فون هم داشتیم که گفتیم بعدش داتیف میاد و بعد از فون باید اون مکان رو بگیم یا اون چیزی رو که داریم که براش عضو بودیم رو بگیم شخص پس دیگه نیست بلکه مثلا میتونه کلاس باشه میتونه همون باشگاه باشه میتونه هر چیزی باشه که قبلش خودمون رو انملدن کردیم ثبت نام کردیم و الان دیگه نمیخوایم الان از عضویتش میخوایم بیایم بیرون مثلا بخوایم بگیم من میخوام از اون کلاس شنا عضویتم رو کنسل کنم عضویت اوزویت از عضویتش بیام بیرون از اون کلاس شنا به کلاس شنا میتونیم بگیم شویم کواز شویمن یعنی شنا کردن شویم کواز کلاس شنا و میگیم ایخ مخت میخ مح من میخوام میخ که میدونید فیلمون رفلکسیو بوده فام شویم کواز اپ ملدن فعل بعدیمون هست sich beeilen، به beeilen میدونید میشه عجله کردن میتونه با حرف اضافه میت بیاد و بعدش بگیم با چه چیزی یعنی عجله کردن با چه چیزی توی چه کاری و بعد از اون داتیف میاد مثلا میشه گفت beeil dich bitte mit dem frühstücken beeil dich bitte mit dem فروشتوکن یعنی زودتر صبونت رو بخور زودتر صبونه عجله کن در صبونه خوردن به دیش بیتی مت دیم شخایب یعنی عجله کن در نوشتن و یا هر چیز دیگه ای که میخوایم بگیم توی اون کار توی اون چیز عجله کن پس میتونه با حرف اضافه میت بیاد که بعدش داتیف هست فعل بعدیمون هست بفردن بفردن یعنی اگر مثلا بگیم ایک بفرد زی یکی از معنیاش میتونه این باشه که مثلا سر کار پوزیشن کارتون بالاتر میده یعنی رئیستون ازتون انقدر راضیه که بهتون یه کار بهتری میده بفردن حالا میشه گفت مثلا ich wurde befördert, که این پاسیف هست یعنی من پیشرفت کردم تو کارم رئیسم از کارم راضی بود و به هم یک کار بهتری داد حالا حتی میتونیم بگیم که چه کاره شدم یعنی این به فراغونگی که گرفتم الان چه کاره اون شرکت هستم این رو میتونیم با تو بگیم که بعدش داتیو میاد مثلا ایخ وود توم ابتیلونگس لیتر بفردد یعنی من الان شدم مدیر اون بخش مدیر یک بخش یا اینکه ich ایش zur filialleiterin فیلیال لیترین بفردد یعنی من الان شدم رئیس اون شعبه یا حالا هر بفرداغون دیگه هم که بود که آدم میتونه بگه دیگه حالا بعد از تو داتی و بعد اون اون کار جدیدی رو که آدم پوزیشن جدیدی رو که آدم بعدش داره این به ولی معنی های دیگه ای هم داره که ما اینجا فقط یک دونه معنیش رو دیدیم زیخ بشویغن زیخ بشویغن یعنی شکایت کردن این شکایت کردن یا میتونه نزد کسی باشه یا اینکه میتونه راجع به کسی باشه اگر میخوایم بگیم من پیش فلانی شکایت کردم مثلا پیش پلیس یا پیش همسایه یا پیش معلم اون موقع از حرف اضافه by استفاده میکنیم که بعدش داتیو میاد ich beschwere mich bei meiner lehrerin این یعنی من پیش معلمم شکایت میکنم یا اینکه ich beschwere mich bei den nachbarn یعنی من پیش همسایه ها شکایت میکنم حالا راجع به چی شکایت میکنم رو با اوبه میگیم که بعدش اکوزتیوه ایخ بشویغ میخ بای دین که داشتیم تو الان über دی لاوت موزیک این اوبه بعدش بعد دلیلمون بیاد به چه دلیلی شکایت میکنم به خاطر چی شکایت میکنم اونو با über میگیم بعدش اکوزاتیف نزد چه کسی پیش چه کسی با بای میگیم پس گفتیم بای دین نخبان پیش همسایه ها اوبا دی لاوت موزیک راجب موسیقی با صدای بلند فعل بعدیمون هست زیخ بویابن زیخ بویابن یعنی درخواست دادن معمولا درخواست کار دادن حالا این هم باز هم مثل افعالی که تا به حال داشتیم میتونه باشه پیش کسی درخواست کار دادن و یا اینکه برای یک کاری درخواست کار دادن پیش کسی باز هم هستش بای که بعدش داتیف میاد و برای یک شغل خاصی ام بعد از حرف اضافه اوم استفاده بشه و بعدش اکوزاتیف میاد مثال میزنم Er bewirbt sich bei einer Bank Er bewirbt sich bei einer Bank یعنی او درخواست کار میده در یک بانک حالا میتونیم اسم اون بانک رو هم بگیم Er bewirbt sich bei der Sparke اسم یه بانک همونجور که میدونید er bewirbt sich bei der Sparkasse یعنی او درخواست کار میده در شپارکاسه در بانک شپارکاسه حالا گفتیم بخوایم شغل رو بگیم از اوم استفاده میکنیم میتونیم بگیم ایا bewirbt sich اوم eine Stelle um eine Stelle یعنی او برای یک جای کار درخواست کار میده um eine Stelle که بعدش میتونیم اسم اون شغل رو بگیم er bewirbt sich um eine Stelle als Kaufmann به عنوان بازرگان bei der Sparkasse er bewirbt sich um eine Stelle als Kaufmann bei der Sparkasse. توی ویدیوی قبلی به دنکن رو داشتیم که تشکر کردن اینجا دنکن رو میخوام براتون بگم خود دنکن با داتیو میاد. ی مندم دنکن. ich danke dir. من از تو متشکرم. ولی میتونه با حرف اضافه فور بیاد برای فور و بعد از این فور اکوزاتیو میاد مثلا من از تو برای اون کادو متشکرم میگیم ich danke dir dativ jemandem danken ich danke dir für das geschenk برای اون کادو و بعد از فور اکوزاتیو میاد فعل بعدیمون هست دنکن دنکن یعنی فکر کردن میتونه با حرف اضافه ان بیاد که بعدش اکوزاتیو میاد دنکن ان اتواس یعنی یک چیزی رو به خاطر سپردن آدم یادش بمونه یا اینکه دنکن ان یمندن به فکر کسی بودن مثلا میگیم ich دنک ان دیخ من الان به فکر تو هم. من به فکر تو هم. ایخ دنک ان دیخ حالا یک مثال میزنم به این که بگیم فلان چیز رو به خاطر بسپار مثلا میگیم دنگ ان دین شلوسل ون دو آس دیم هاوس گیست دنگ ان دین شلوسل ون دو آس هاوس گیست یعنی حواست به کلیدات باشه کلیدات رو جا نذاری وقتی که از خونه داری میری بیرون خب دوستان این ویدیو رو هم اینجا به پایان میرسونم که خیلی طولانی نشه ولی شبیه این براتون باسم ویدیوهای دیگه درست میکنم ممنون که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین مثل همیشه امیدوارم که موفق باشین تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه